یک سال از حمله بر مکتب سید الشهدا در منطقه دشتبرچی کابل می گذرد. این حمله که ناشی از انفجار پیهم بود، دختران دانش آموز را هدف قرار داده و بیشتر قربانیان آن نیز دختران بین 11 تا 17 سال بودند. 11 در مکتب سید الشهدا. طاهره دانش آموز صنف 11 مکتب که سال گذشته پس از انفجار نخست زخم برداشته بود، هنوز با روایت آن صحنه ها نمی تواند جلو اندوهش را بگیرد. او که اکنون به دلیل بسته بودن در مکتب ها نمی تواند به مکتب برود، می گوید در لحظه که به هوش آمده بود نمی دانست چه اتفاق برایش افتاده. خواست طاهره تأمین عدالت و بازگشایی بیدرنگ مکتب ها بروی همه دختران است. شهید دادیم، زخمی دادیم، بسیار متضرر شدیم، بازم تسلیم نشدیم. می خواهیم که درس خودم ادامه بدیم و از دولت فعلی افغانستان می خواهیم که دوباره مکتب های ما را بازگشایی کنه تا ما بتونیم درس خود بخوانیم. سواد ما دختران افغان تأثیر مستقیم روی نسل آینده ای افغانستان دارد. به اساس آیات و احادیث آموختن علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض می باشد. لطفاً مانع رفتن دانش آموزان دختر و مکاتب نشوید. طالبان حجاب شرعی را دلیل بسته ماندن مکاتب دخترانه می گویند و سیاست زن ستیزانه ایشان را در عقب آن پنهان می کنند. اتا ایتو صنف بود که از یک صنف مکمل یک شاگرد مانده بود. گو شاگردم که همروز نیامده بودند در مکتب و از یک صنف دیگه هم مکمل به شهادت رسیده بودند که دو نفرش که مثلا اونا هم امروز نیامده بودند که زنده مانده بود و بسیار یک حادثه خطرناک و یک حادثه است که اصلا من گفتم که یک سال سپری شد، بازم بعضی شاگردای ما تا به حال روحیه آنقدر روحیهشون ضعیف شده که تو بسیار جرأتشون کم شده. در همین حال گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان به مناسبت یک سالگی این حمله گفته که باید قربانیان این حمله در یادها بمانند و عدالت برای آنها تأمین شود. زندگی قربانیان حمله را باید به یاد داشته و برایشان عدالت خواسته و باید در مورد رویدادهای مرگبار تحقیق مستقلانه انجام شود و عاملان آن به عدالت کشانده شوند. در همین حال سخنگوی امارت اسلامی میگوید که زمان برگزاری نشست مشورتی عالمان دین در مورد رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب ها در کابل هنوز مشخص نشده، اما میافزاید که احتمال میرود پس از برگزاری این نشست دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم نیز به مکتب بروند. در مورد مکاتب انشاءالله پیشرفت ها خواهد آمد، مشوره ها جریان داره و علما دست به کار هستند قریب انشاءالله. شمار از فعالان حقوق زن هم باز نشدن در مکتب ها برای دختران دانش آموز را ضایع شدن وقت خوانده و از امارت اسلامی خواهان بازگشایی هر چاجل در مکتب ها هند. آنان تاکید می کنند که نشست عالمان دین باید منتج به بازگشایی فوری مکتب ها برای همه دختران دانش آموز شوند. اول خوب بسیار زیاد تال خورد نو ما بسته بودن مکاتب برای شاگردای ما، برای اولادای ما که وقت از این آزایه شد و دچار تکلیف های روانی شدن و برای آیندهشان بسیار صدمه رساند و من نمی فهمم که این چی پلان است، چی برنامه است. واضح هم به طالبایی را نمی گویند، اما اینا هر بار میگن که ما نشستایی میگیریم یا مثلا سر یک طرح کار میکنیم، سر یک پروگرام کار میکنیم، سر یونیفرم کار میکنیم، سر مواد درسی کار میکنیم، حالا هیچ نیست که خلاص شود. حال این بار گفتن که ما یک تعداد علما را میخواییم که سر از این مسئله صحبت کنن. خوب است علمای افغانستان بخواین. بیش از 9 ماه از بسته بودن در مکتب ها بروی دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم میگذرد و هنوز هم مشخص نیست چه زمان در مکتب ها باز خواهد شد. موردی که بارها با واکنش های داخلی و جهانی به همراه شده است.